سلام دوستان، امیر افشاری هستم با جلسه 337 از دوره های آموزشی فلکس حرفه‌ای در خدمتتون. موضوع این جلسه هارد فورک چیست و معرفی هارد فورک آلونزو. خب در ابتدا به این میپردازیم که اصلا هارد فورک چیه. گاهن شبکه بلاکچین به روزرسانی میشه و تغییراتی درش رخ میده، در حالتی که این تغییرات اساسی که این شبکه زیاد و سنگین باشه، به شکلی که شبکه قبلی نتونه ازش پشتیبانی کنه. برای پشتیبانی از این تغییرات نیازه که عرض جدیدی تو همون شبکه ایجاد بشه. معمولاً علتهای مختلفی برای ایجاد هارد فورک وجود داره. از این علتها میشه به بروزرسانی با تغییرات شدید اشاره کرد که مطمئناً یه شبکه بلاکچین بعد از گذشت زمان نیازمند بروزرسانیه که قدرت و امنیت خودش رو افزایش بده. مورد بعد میشه گفت رفع اختلاف نظرات مختلفی که توی تیم پشتیبانی در رابطه با بروزرسانی ها وجود داره. و مورد دیگه هم که میشه بهش اشاره کرد کسب اعتماد برای جذب سرمایه است. به این شکل که به طور مثال توی سال 2016 بود که هک دی ای او توی شبکه اتریوم رخ داد و سرمایه بسیاری از دست رفت. پس تیم پشتیبانی اتریوم برای جلب اعتماد مجدد هارد فورکی رو ارائه داد با رفع نقض امنیتی قبلیش و افزایش امنیتش. اسم هارد فورکش رو اتریوم گذاشت و اسم اتریوم قبل رو به اتریوم کلاسی تغییر داد. حالا که به صورت خلاصه با هارد فورک آشنا شدیم، بیایم 5 مورد از هارد فورک‌های قوی رو بررسی کنیم. مورد اول بیت کوین کش با نماد اختصاری BCH. بیت کوین کش بعد از ورودش به بازار توی تاریخ 23/7/2017 قیمتش 440 دلار بود. دقیقاً توی همون تاریخ قیمت بیت کوین 2754 دلار بود. بعد از گذشت 5 ماه بیت کوین کش رشدی نزدیک به 900% داشت و در تاریخ 19/12/2017 به 3923 دلار رسید، که تو همین بازه زمانی بیت کوین هم با رشد 600% مواجه بود و به 16600 دلار رسید. مورد دوم بیت کوین کش ABC با نماد اختصاری BCHA. این توکن در ابتدای ورودش به بازار توی تاریخ 16/11/2020 قیمتش 13.26 دلار بود. توی همین زمان قیمت بیت کوین 17645 دلار بود. بعد از گذشت حدود 5 ماه با رشد 2770% این ارز توی تاریخ 9/4/2021 قیمتش به 367 دلار رسید. بیت کوین هم توی همین بازه زمانی با رشد 340% قیمتش رو به 59793 دلار رسوند. مورد سوم بیت کور با نماد اختصاری BTX. بیت کور در ابتدای ورودش توی تاریخ 29/4/2017 قیمتش 1.62 دلار که توی همین زمان قیمت بیت کوین 1347 دلار. بعد از گذشت حدود 6 ماه با رشد 2440% توی تاریخ 15/11/2017 قیمتش به 39.42 دلار رسید. بیت کوین هم توی این بازه زمانی با رشد 585% که داشت به 7871 دلار رسید. این سه مورد اولی که می‌خواستیم بررسی کنیم. ولی شاید بگید افزایش ارزش این هارد فورک ها صرفاً به خاطر هارد فورک بیت کوین بودنشونه و به علاوه کاملا وابسته به رشد یا نزول قیمت بیت کوینه. پس بریم به بررسی دو مورد بعد برسیم، ببینیم که آیا به همین شکله. مورد چهارم اتریوم کلاسیک با نماد اختصاری ETC. اتریوم کلاسیک در ابتدای ورودش توی تاریخ 24/7/2016 قیمتش 60 سنت بود، که تو همین زمان قیمت اتریوم 13.84 دلار بود. بعد از گذشت حدود 11 ماه با رشد 3880% توی تاریخ 16/6/2017 قیمتش به 23.27 دلار رسید. اتریوم هم توی این بازه زمانی با رشد 2740% که داشت به 379 دلار رسید. اینم بگم که توی این بازه زمانی بیت کوین تنها 400% رشد داشت. مورد پنجم اتریوم گولد با نماد اختصاری ETG. اتریوم گولد در ابتدای ورودش توی تاریخ 21/10/2017 قیمتش نزدیک به 2 سنت یا 27 هزارم دلار بود،
تو همین زمان قیمت اتریوم 295 دلار بعد از گذشت حدود 3 ماه با رشد 1480 درصدی توی تاریخ 14/1/2018 قیمتش به 40 سنت یا 0.4 دلار رسید. اتریوم هم توی این بازه با رشد 440 درصدی قیمتش به 1300 دلار رسید. و نکته جالبتر اینه که توی این بازه بیت کوین تنها 200 درصد رشد داشت. همه اینا رو گفتیم که برسیم به عرض کاردانو که اخیراً هارد فورکش رو ارائه کرد. 13 آگوست بود که چارلز هاسکینسون خالق کاردانو توی یوتیوبش اعلام کرد که هارد فورک آلونزو توی تاریخ 12 سپتامبر ارائه میشه و فقط همین کلمات کافی بود که توی یک هفته قیمت آدا رشد 30 درصدی رو تجربه کنه. کاردانو یکی از زنجیرهای پیشرو توی زمینه ارزهای رمزنگاری شده است که تونست با موفقیت از هارد فورک آلونزو رو نمایی کنه. با این بروزسانی این زنجیره پشتیبانی از قراردادهای هوشمند رو به بلاکچین خودش اضافه کرد. به علاوه بایننس هم اعلام کرده بود که از این هارد فورک حمایت میکنه که همه این اخبار و اطلاعات حرف از اهمیت و رشد احتمالی این هارد فورکه. تصمیم نهایی با شماست. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید و مثمر ثمر و لذت بخش بوده باشه. پیروز و سربلند باشید.